و یووال دانیو گیدئون، کنسول دیپلماسی عمومی کنسولگری اسرائیل در نیویورک، میگوید آنچه اسرائیل با آن روبروست یک گروه تروریستی است و اولویت اصلی باید شکست تروریست ها باشد. او همچنین با انتقاد از سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به نیویورک گفت جنگ و گروگانگیری که علیه اسرائیل پیش آمده به دلیل فعالیت های جمهوری اسلامی است. از یووال گیدئون در مورد سفر حسین امیرعبداللهیان به نیویورک پرسیدیم و اینکه آیا میتونه سفری کارگشا باشه یا امتیازی است که بدون توجه کافی اعطا شده. نقش اصلی ایران بی ثباتی است. ایران حامی تروریسمه. ایران در پس تروریسم حماس، تروریسم حزب الله، تروریسم جهاد اسلامی است. ایران از اونها حمایت میکنه. ایران به اونها اسلحه میده. حتی از چشمانداز ایدئولوژیکی هم باید بگیم اون از طرف ایران میاد ایدئولوژیشون. ایران اولین یا برترین حکومت حامی تروریست در جهانه. بنابراین این که ایران رو به عنوان یکی از طرف‌های این گفتگو داشته باشه در حالی که خودش کشوری است که این حمله تروریستی رو انجام داده و تعیین کرده و بیایم اون رو بخش از این گفتگو کنیم، اشتباه بزرگیه. یووال گیدئون در مورد آخرین اخبار مربوط به وضعیت گروگان‌های اسرائیلی و اینکه به گزارش رویترز تهران اعلام آمادگی کرده که میانجی باشه گفت این همون چیزیه که جمهوری اسلامی ایران از اول طراحی کرده بود. من فکر می‌کنم که جامعه بین‌المللی باید پیام خیلی روشنی رو بفرسته. معلومه که ایران تسهیل می‌کنه برای استفاده از این گروگان‌ها یا نجات گروگان‌ها، برای اینکه ایران مسئول ربوده شدن اون گروگان‌هاست. حماس نیابتی ایرانه. بنابراین روشنه که اگه ایران بخواد همین امروز همه 222 ربوده شده با غیر نظامیان و سربازان میتونن آزاد بشن. خیلی کار ساده ایه و من فکر میکنم جامعه بین المللی باید صداش رو کاملا شفاف برسونه و به ایران بگه که ربودن غیر نظامیان بخشی از هیچ چیز نیست، هیچ چیز قابل قبول نیست و ایران باید بیدرنگ و بدون قید شرط همه گروگان ها رو آزاد کنه. از کنسول دیپلماسی عمومی کنسولگری اسرائیل در نیویورک همچنین پرسیدیم از زمان حمله حماس به اسرائیل و شروع جنگ واکنش‌های متفاوتی مطرح شده و ارزیابی او از این واکنش‌ها چیه؟ ما حمایت های قاطع خیلی زیادی داشتیم از دوستانمون در سراسر جهان، به ویژه در جهان دموکراتیک. از در صدر اونها آقای بایدن رئیس جمهوری آمریکا بوده که بسیار بیانیه قاطع و متعهد تعهدآمیز رو داده، در روی زمین هم اقدامات عملی نشون داده و روشن کرده که آمریکا در کجاست. موضعش در کنار آزادی است و نه تروریسم. همینطور بسیاری از رهبران و جوامع دیگر در سراسر جهان همین کار کردن و ما بسیار تشویق میشیم، تشجیع شدیم با این. من نمیتونم بگم خیلی شگفت زده شدم از دیدن این موضوع، ولی خیلی برای من عجیبه، شگفت انگیزه که میبینم بسیار از مردم انتخاب کردن طرف تروریست ها رو بگیرن. وقتی شما یک کمچین شر مطلقی رو میبینید، وقتی میبینید تروریست ها نوزادان سه ماهه رو به قتل میرسونن، زنان رو بی‌رحمانه بهشون تجاوز میکنن، سالمندان 90 ساله رو، مردان سالمند 90 ساله رو میکشن، این شر مطلق چطور میتونید از اونها هواداری کنید؟ خیلی ساده است. شما تروریست های بربر و وحشی رو دارین و قربانیان رو دارید. این من فکر میکنم غیر منطقیه که طرف تروریست ها رو بگیریم یا بگیرید و من فکر میکنم باید پیام روشنی باشه برای از طرف رهبران سراسر جهان که ما در کنار اسرائیل میسیم، از اسرائیل حمایت میکنیم. یا شما طرف تروریست های وحشی هستی یا طرف اسرائیل. خیلی ساده است. و در آخر از یووال گیدئون پرسیدیم چگونه طرفین میتونن با توجه به حقایق موجود و آنچه در حال رخ دادنه با هم گفتگوی سالمی داشته باشن بدون اینکه نشانی از یهود ستیزی یا اسلام حراسی در میون باشه. من فکر میکنم که امتیاز دادن نه تنها ممکنه بلکه مطلوب هم هست و من فکر میکنم که ضد تروریسم بودن به معنای ضد
مسلمان بودن نیست. به هیچ وجه ما فکر نمی‌کنیم همه مسلمانان تروریست هستند، بلکه به مراتب دورتر از اون ما فکر می‌کنیم که ما با در جنگ با تروریست‌ها با فلسطینی‌ها نیستیم، ما در جنگ با تروریست‌های بی‌رحم هستیم که انتخاب کردن زنان و نوزادان و سالمندان رو هدف قرار بدن. جنگ ما اینه. من فکر می‌کنم این خیلی مهم و سازنده است که درباره هر چیزی که می‌تونه زندگی اسرائیلی‌ها رو و همسایه‌هاشون رو به میزان مشابه بهبود بخشه خیلی مهمه. و من فکر نمی‌کنم شرایط ما به هیچ چیزی مربوط باشه و این حقیقت اینه که ما در وهله اول باید تروریست رو شکست بدیم. این چیزی که هر کشور مسئولی برای شهروندانش می‌کنه، ایمنی اونها رو تأمین می‌کنه، شهروندانش رو. این از همه چیز مهم‌تره و برتره. بعد از اینکه تروریست‌ها رو شکست دادیم، اون موقع می‌تونیم هر گونه گفت‌وگویی که می‌خوایم داشته باشیم. و من قطعاً فکر می‌کنم صحبت کردن در مورد آینده نباید تحت تأثیر قرار بگیره، یا نباید تحت تأثیر قرار بگیره، تحت تأثیر اسلام حراسی یا یهودستیزی قرار بگیره. اما این بعد از اونه که ما تروریست رو شکست بدیم.